اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا اب القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و آله و الطاهرين طیبین الطاهرین خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام و عرض ادب دارم و می کنم که در همه لحظات زندگی از سلامتی، عافیت و توفیق برخوردار باشید. در فصل چهاردهم از مرحله یازدهم یه بحث جدیدی را مطرح می کند تحت اون عنوان که علوم و اون چرا که نفس تعقل می و خارج از خودش امور دیگر را درک می کند این علوم برای نفس ذاتی نیست به تعبیر دیگر نفس انسانی از روزی که متولد می شود و حادث می شود چیزی را نمی داند و به تدریج در اثر تحصیل و تجربه هایی که به دست می آورد یک سر امور را کسب می کنه. اما یه نظری هم گفته که این علوم در ذات و فطرت نفس وجود داره و نفس اینها را از همان ابتدا دارا هست ولی وقتی با اشکال می شود که چگونه شما این حرف را مطرح میکنه در حالی که تجربه کرده ایم و میدانیم که وقتی به دنیا می چیز را نمیدانیم و به مرور اینها را به دست می آوریم با تحصیلات و با مطالعه و با تجربه هایی که انسان به دست می آورد علوم جدید را هم کسب میکنه. خب در پاسخ به این سوال مطرح میکنه که نفس این علوم را دارا هست منتها بعد از آن که به تدبیر بدن اشتغال می و در زندگی کارهای بدن را انجام میده و طبق نیازهای بدن باید تأمینی نیاز بکند و خواسته های نفس خواسته های بدن رو برآورده بکند بر اثر این تدبیر بدن خب اون داشته های خودش را و علوم و دانش های خودش را فراموش میکنه و به خاطر همین در واقع ما نیاز بندیم که دوباره این علوم رو به دست بیاوریم خب حالا ببینیم این پاسخ درست هست یا نه بیان میفرماید مرحوم علامه که این پاسخ درست نیست به دلیل این که اگر ما از یک طرف این علوم و دانشهای نفس را ذاتی نفس بدانیم و از طرف دیگر هم تدبیر بدن را هم به عنوان یکی از امور ذاتی نفس به حساب بیاوریم امکان ندارد که در نفس دو شیء در واقع به عنوان امر ذاتی در نظر گرفته شود که این دو همدیگر را نفع بکند و همدیگر را نقص بکند مثلا از طرف میگیم علوم ذاتی نفس هست از طرف دیگر میگیم تدبیر بدن ذاتی نفس هست خب بعد میگیم که این تدبیر بدن که یک امر ذاتی هست سبب میشود که اون ذاتی دیگر نفس که داشتنی از علوم و دانشها باشد اون رو نفع بکند و در واقع سبب نابودی اون بشود این حرف نادرست هست و در نتیجه این حرف که مطرح می شود که نفس از اول علوم و دانشها ها رو به عنوان یک امر ذاتی دارا هست ولی تدبیر بدن باعث می شود که این علوم مورد فراموشی قرار بگیرد که پاسخ داده می شود که امکان ندارد که در نفس ما دو شیعی را به عنوان دو امر ذاتی نفس تلقی بکنیم در حالی که یکی دیگری را نفع بکند و سبب از بین رفتن و از زوال امر ذاتی دیگر بشود این حرف نادرسته بله مرحوم علامه می یک یه توجیه برای این حرف بیان میکند که نسبت داده شده به افلاطون که ایشان معتقد هستند که نفس جزء امور قدیم هست و از قدمت برخوردار هست و در نتیجه نفس در یک عالم دیگری در عالم مصول اونجا سر و کارش با مجردات بوده و اونجا با ادراکات مجردات در واقع از اون ادراکات برخوردار بوده و بعد از آنی که از اون عالم در واقع تنزل میکنه به عالم ماده و تعلق به بدن میگیرد در این مورد این اشتغال به بدن در واقع سبب میشه که اون علوم و ادراکات خودش رو فراموش بکند و در نتیجه به مرور زمان وقتی در این عالم مادی در عین تدبیر بدن وقتی علوم جدید رو فرا, فرا میگیره در نتیجه این علوم جدید به واسطه کسب نیست که در واقع اون چرا که نداشته اون رو به دست بیاورد بلکه یک نوع تنبه یک نوع تذکر و یک نوع یادآوری هست که نفس آنچه را که در عالم مصول داشته اونها را دوباره یک بار دیگر یادآوری میشه و اونها را به دست میاره این حرف است که به افلاتون نسبت داده شده اما این حرف را هم دوباره مرحوم علامه و همچنین بخیه حکما نقد میکنه و این رو نمیپذیرد و در نتیجه معتقد هستند که نفس نمیشود یک امر قدیم باشد بلکه با حدوس بدن نفس هم حادث میشود منتها در این که همزمان با حدوس بدن نفس هم پدید می آید خب دو تا دیدگاه مطرح هست که دیدگاه حکمای مشا و اشراق بر این هست که همزمان با حدوث بدن وقتی بدن پدید می آید نفس هم پدید می آید و دیدگاه دیگری که مرحوم صدر و پیروان حکمت متعالیه معتقدند این است که در واقع نفس در ابتدای حدوث خودش مادی هست و بعد از آن که بدن به عنوان یک امر مادی پدید می آید نفس هم دوباره به عنوان یک امر مادی همراه این بدن حادث می شود و به مرور زمان و بر اثر حرکت جوهری که بدن حرکت میکنه به تکامل می رسه خب نفس هم هم در واقع به تکامل می رسه و از تجرد برخوردار می شود خب این هم است که در این زمینه مطرح هست و در نتیجه وقتی ما نفس را امر حادث بدانیم حالا چی امر حادثی که مجرد هست که حکمه های مشا و اشراخ میگن چین که نه در ابتدای حدوث خودش مادی باشد که حکمت متعالیه میگه در هر دو صورت نظر افلاتون رو رد میکنه که معتقد هست به قدیم بودن نفس و در نتیجه اگر ما امر نفس را به عنوان یک امر حادث در نظر بگیریم دیگه امکان ندارد که ما این رو به عنوان این که نفس در عالم دیگری از علوم و دانشهای مختلف برخوردار بوده و بعد بر اثر تدبیر بدن اونها رو فراموش کرده این حرف را نمی شود حرفی دقیق در نظر گرفت این مباحث است که در این فصل مطرح هست که انشاءالله با نکاتی ریستری که در ضمن بیان عبارات خدمت شما تقدیم میکنیم این فصل را انشاءالله در این جلسه به پایان میبریم الفصل الرابع عشر فی ان العلوم لیست بذاتی للنفس در فصل چهاردهم درباره این بحث می شود که علوم ذاتی برای نفس نیست خب در این عنوان چند تا کلمه هست یکی علوم هست یکی ذاتی هست یکی نفس هست که باید توضیح داد که مراد از نفس در اینجا همون نفس ناطقه انسانی هست و ما با بقیه نفس های نباتی و حیوانی و همسایه ها کار نداریم این یک نکته نکته دیگر هم که بیان می کند که ذاتی برای نفس هست خب مراد از ذاتی در اینجا همون امر است که در واقع شب معنای لغوی اون رو باید در نظر بگیریم که مرادف با معنای فطری هست یعنی اینکه علوم و دانش های غرض شده و در واقع نهاده شده در فطرت نفس این رو به این صورت ما تعبیر میکنیم به ذاتی و مراد از علوم هم همون تعقل و ادراک اشیای بیرون از نفس هست حالا با این توضیحات وقتی ما بیان میکنیم که علوم ذاتی نفس نیست این هست که نفس اگر امور خارج از خودش رو درک میکند اشیای بیرونی را وقتی میفهمد و شناخت به اونها پیدا میکند این شناخت به گونه نیست که در فطرت و ذات نفس نهاده شده باشد و همزمان با فرینش نفس این علوم هم همراه او آفریده شده باشد این گونه نیست خب این عنوان بحث هست منطقه در قبال این عنوان خب یه نظر مخالف وجود دارد که با قیله این رو بیان میکنه که گفته شده است که این تناله من العلوم ذاتیتون لها یک نظر این هست که میگوید آنچه که نفس از علوم و این ادراکات به دست میآورد همه این علوم ذاتی برای نفس است. یعنی در فطرت نفس و در اصل آفرینش نفس این علوم نهاده شده موجودت فیها بالفعل فی, فی بدع ها که این علوم در نفس موجود هستند به صورت بالفعل نه اینکه به صورت بالقوه باشد چنانچه که ما امروز این را معتقدیم که در نفس قوه این امور نهاده شده که بعدا کم کم در اثر کسب علم و در اثر تجربه و امثال اینها, اینها به بالفعل تبدیل میشه اما این نظر میگه از همون ابتدا این علوم و دانشها به صورت بالفعل در نفس نهاده شده فی بدع کینونتی ها در در آغاز آفرینش خودش و از همون ابتدای خلقت خودش ولم ما او علیهم ان ذالک یناف الجهل المشهود من الانسان به بعض العلوم وقتی این نظر مطرح می شود خب بلا فاصله هر کسی در ذهن خودش این سوال براش پیدا می شود و اشکال می شود که ان ذالک یناف الجهل المشهود خب این حرف که شما میگید باید همه ای علوم و دانش ها برای انسان آشکار و روشن باشد و همه ای نفس ها به همه ای دانش ها آگاهی داشته باشد در حالی که این کاملا اون جهلی که مشهود است از انسان خب این حرف شما به اون منافات داره ما وقتی به انسان نگاه میکنیم میبینیم که در ابتدا هیچ جی را نمیداند که قرآن کریم هم این مطلب را تایید میکنه که انسان نمیداند از ابتدا چیزی را خب حالا به بعضی از علوم هم که اصلا آگاهی نداره و خب به مرور باید اینها رو به دست بیاره و الحاجه فی فعلیت های الاکتصاب و این که نفس انسانی نیاز دارد به این علوم که برای این که این علوم رو به صورتی بالفعل به دست بیاره باید بره کسب علم بکند تلاش بکند و بالاخره در اثر این اکتصاب و تلاش های علمی این علوم رو به دست بیاره خب وقتی این اشکال و ایراد مطرح می شود عجاب و به انها ذاتیتون فطریتون لها جواب میدن که این علوم رو وقتی ما میگیم ذاتی و فطری برای نفس هست که این فطریه وقتی اینجا بیان میکنه در کنار ذاتی خب اون معنایی که برای ذاتی در عنوان بحث هم اشاره کردیم اینجا توضیحش روشن می شود که اینا جواب میدن که علوم ذاتی هست برای نفس یعنی فطری هست یعنی در فطرت نفس اینها قرار داده شده لاکن اشتغال نفس به تدبیر بدن، منتها این که نفس به تدبیر بدن مشغول میشود و باید در مقام فعل کارهایش را از طریق بدن انجام بدهد و نیازهای بدن را هم تأمین بکند این اشتغال به بدن اغفله ها علومه ها خب این سبب می شود که نفس از علوم خودش غافل شود غفلت بکند و اونا را فراموش بکند و شغله ها ان توجه علیه ها و تدبیر بدن مشغول می کند نفس را از توجه به علوم که دیگر نفس اون گونه که باید به اون علوم و دانش های خودش توجه بکند این گرفتاری های بدن سبب می شود که دیگر کل هوا توجه نفس به این بدن بشود و از علوم و داشته های خودش غافل بشود و فیه اما در این جوابی که گفته شده خب اشکالی وجود دارد ان نحو وجود نفس به معنها نفس خب حالا می آییم بررسی می کنیم که آیا می شود به گونه گفت که هم علوم ذاتی برای نفس باشد و هم تدبیر بدن برای نفس ذاتی باشد ولی این تدبیر بدن باعث فراموشی نفس بشود خب میگه این حرف نادرست است چرا ان نحو وجود نفس یعنی نحوه وجود نفس به ما نفس که ما نفس را با عنوان نفس بشناسیم انها صورتون مدبرتون للبدن خب اصلا ویژگی اصلی نفس این است که این نفس باید یه صورت مدبر بدن باشد یعنی اصلا کار تدبیر بدن جزء ویژگی اصلی نفس باید باشد فتدبیر البدن ذاتی اون لها پس تدبیر بدن هم باید ذاتی برای نفس به حساب بیاید حیث و ما فر زد تا هر زمانی که ما نفس را نفس میگیم و نفس را نفس فرض میکنیم خب تدبیر بدن کار نفسه و باید این کار را انجام بدهد حالا وقتی ما به این شکل نگاه میکنیم در واقع فلای اول الجمع بین ذاتیت العلوم لها و بین شاغلیت تدبیر البدن لها ان علومها الا الى المناقضه خب میفرماید اگر ما این دو امر ذاتی رو برای نفس در نظر بگیریم جمع اینها تعویلی ندارد جز اینکه به تناقض بی انجامد دزا میفرماید که پس جمع بین ذاتی بودن علوم برای نفس و بین مشغول بودن نفس به تدبیر بدن برای نفس این جمعشون به چی هست؟ ان الا 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 المناقضه که این جمعشون برگشتش به تناقض هست که ما بیاییم این گونه این رو بررسی بکنیم خب حالا ما تناقض رو چگونه ترسیم میکنیم به این معنا که وقتی ما میاییم میگیم علوم برای نفس ذاتی هست خب حالا توجه کردن به این علوم در ابتدای خلقت خودش خب این باید ذاتی نفس باشد اما وقتی میاییم از طرف دیگر میگیم تدبیر بدن این نفس رو از اون علوم غافل میکنه و مختزای اشتغال به بدن و تدبیر بدن باز هم این رو ذاتی بدانیم خب این معنای این حرف این است که نباید اون علوم ذاتی برای نفس باشد خب در حالی که این دوتا کاملا با هم ناسازگار هستند خب این حرفی است که تناقض به ب... تناقض می و در نتیجه این جواب رو نمی, پذیرفت نم یتجه تجه از القال بنا ان نصبه به الى افلاطون خب حالا میگیم واقعا این دیدگاهی که میگوین علوم برای نفس ذاتی هست توجیهی و بالاخره یک تعویلی ندارد که انسان بپذیرد مرحوم علامه میفرماید که بله بر یک مبنا میشه این حرف رو به گونه توجیه کرد بله میفرماید توجیه می شود این قول بنا بر اون چیزی که نسبت داده شده به افلاتون. یعنی این که حالا این حرف رو ما به افلاطون نسبت میدیم اما شاید این حرف حرف دقیقی افلاتون نباشد چرا چون در پایان مرحوم صدرالمطلحین یه توجیهی برای حرف افلاتون بیان میکنه که شاید حرف افلاتون اون باشه حالا بر اساس این نسبتی که داده می شود به افلاتون خب این رو میشه به گونه توجیه کرد خب افلاتون چه گفته بر اساس این نسبت ان نفوس قدیمتون زمانه میفرماید که نفوس از نظر زمانی قدیم هست خب حالا این قدیم زمانی را وقتی بیان میکنیم منظور این نیست که واقعا خب عدم مسبوقیتشون به عدم زمانی باشد نه که بالاخره ما بگیم که این نفس از نظر زمانی قدیم هست یعنی نبوده در یک زمانی که مسبوق به عدم بوده باشد خب این رو نمیشه گفت بلکه به نظر افلاتون نفس در واقع قدیم هست یعنی کاملا یک وجود ازلی و همیشگی را داشته ول علوم ذاتیتون لها در اون عالمی که این نفس به عنوان یک امر قدیم قرار داشته علوم هم برای نفس ذاتی بوده و قصن له حد تعلق و بالابدان خب بعدا یک آرزه پیش آمده که این نفس باید بیاید و تدبیر بدن رو انجام بده و این تعلق به تدبیر بدن وقتی برای نفس آرز شده فن ساحت تدبیر علوم حال مرتکزه فی ها خب این تدبیر بدن که بعدا برای نفس پیش آمده باعث شده که نفس این رو فراموش بکنه اون علوم خودش را علومی که مرتکز در ذاتش بوده یعنی در ذاتش نهاده شده و کاملا به عنوان یک امر فطری در ذاتش وجود داشته خب این توجیه رو میشه گفت که مثلا نفس بالاخره خب افلاتون نظرش این است که اصلا علم به محسوسات تعلق نمیگیره علم به مجردات تعلق میگیره و نفس هم در عالم مثال وجود داشته در عالم مثال هم بالاخره مصول و مثال های از مادیات اونجا وجود داشته که نفس به همه اونها آگاهی داشته خب بعد از آنی که این نفس از عالم مثال تنزل میکنه به عالم ماده و تعلق تدبیری به بدن پیدا میکنه در این تحولاتی که برای نفس پیش میآید، آید بلی این فراموشی هم برای نفس پیش می آید. این حرفی که میشه به افلاتون نسبت داد اما حالا بر اساس همین توجیه میشه این حرف را قبول کرد یا نه میفرماید لاکن نه فاسد این حرف را هم یا این توجیه را هم نمیشود بر اساس این توجیه هم پذیرفت که بله نفس در یک عالمی از علوم ذاتی برخوردار بوده است این را نمیشه پذیرفت چرا به خاطر اینکه این حرف فاسد هست به متحقق فی علم نفس که در علم نفس این کاملا محقق شده و تحقیق شده که انشاءالله در فصل دوم مرحله بعدی ما این رو مورد بحث قرار خواهیم داد که نفوذ در واقع نمیتواند به عنوان یک امر مجرد قدیم مطرح باشد به خاطر اینکه اگر ما نفوس را قبل از حدوث بدن بالاخره به با عنوان یک امر مجرد بپذیریم که بدن حادثه این نفس ها هم از قدیم بودن حالا میگیم اگر این نفوس قبل از بدن بودن و وجود داشتن خب از دو حال باید خارج نباشند یا اینکه در اون زمان هم در واقع مجرد از بدن بوده یا نه به بدنهای دیگر تعلق داشته یعنی در اون زمانی که افلاتون میگه نفس بوده بدن نبوده هنوز خب میگیم در اون زمان این نفس مجرد بوده یا نه تعلق به بدن دیگر داشته که حالا بعدن به بدن مادی تعلق پیدا کرده است که اگر ما بیاییم بگیم که نفس تعلق به بدنی نداشته و مجرد محض بوده خب در این صورت لازم میآید که اون یک امر مجرد به نام نفس خب بیاید تکسر پیدا بکند افراد مختلف پیدا بکند به بدنهای مختلف تعلق بگیرد که خود این با یک بحث دیگه منافات دارد که اون بحث در جای خود ثابت شد که انواع مجرد نمیتون افراد متعدد داشته باشد خب حالا اگر کسی بیاید بگه نه نفس قبل از بدن وجود داشته تا مجرد نبوده تا اون اشکال تکسر افراد نوع مجرد به وجود بیاید نه ما میگیم به بدنهای دیگر تعلق داشته خب میگیم اگر نفس به بدنهای دیگر تعلق داشته باشد و حالا برگردد به بدن مادی خب این هم سبب همین لازم میآید که تناسخ تحقق پیدا بکند که اینم در جای خودش بحث شده و محال بودنشون اثبات شده است لذاست که در علم و نفس وقتی این مطلب رو بحث میکنه کاملا بیان میکنه که نمیشود ما به قدیم بودن نفس معتقد بشویم که خود این مسئله دوباره مشکلات دیگری هم در کنار خودش داره که اگر ما و نفس را به عنوان یک امر مجرد قدیم در واقع در نظر گرفتیم حالا چگو این امر مجرد بالاخره نسبت به بدنهای مختلف باید مساوی باشد یعنی هیچ امتیازی نداشته باشد که نفسی که به بدن شخص خاص تعلق میگیره خب این بدن برای او یک ترجیحی داشته باشد نه امر مجرد نسبت به همه اموری که برایش اتفاق بیفتد مثلا مساوی هست اما چرا یک نفس خاص به بدن خاص تعلق میگیرد خود این یکی از بحث های هست که باید بگیم به صورت اتفاقی پیش آمده است در حالی که ما این حرف را نمیپذیریم میگیم باید حتما یک رابطه بین نفس و بدن خاص وجود داشته باشد اشکال دیگر هم که مطرح هست این است که اگر ما نفس را به عنوان یک امر مجرد در نظر بگیریم و بعد از آن بگیم که بله این امر مجرد هم ذاتا مجرد بوده هم فعلا مجرد بوده ولی بعد وقتی به بدن تعلق میگیرد ذاتا مجرد میماند ولی فعلا تعلق به ماده پیدا میکند خود این تغییر در نفس هست و هر تغییر هم مستلزم این است که باید یک قوهی در آن وجود داشته باشد خب اینا اشکالاتیه که در واقع این قدیم بودن نفس رو زیر سوال میبره و حرف افلاتون رو نمیشه به این راحتی پذیرفت و به همین جد میفرماید که در علم نفس کاملا این محقق شده است که من حدوث نفوس به حدوث الابدان که یعنی در علم نفس این رسبات کرده که نفس نباید قدیم در نظر گرفته شود وگرنه بالاخره اشکالات متعددی روی این هست و نمیشه از اون اشکالات پاسخ داد برای اینکه این اشکالات پیش نیاید ما ناگوزیریم که با حدوث بدن نفس را حادث بدانیم خب وقتی این حرف را زدیم علامه هو المشهور که مشهور هم همین حرف را میزنن که بله با حدوث بدن نفس هم حادث می شود که حکمای مشا و اشراق همین حرف را می که وقتی بالاخره بدن حادث شد و به دنیا آمد نفس هم همزمان با او حادث می شود به عنوان یک امر مجرد او به حرکت جواهر الابدان بعد حدوث ها که این نظری مرحوم صدرالمتعلقین و پیروان حکمت متعالیه هستند که میگن نفس در ابتدا هم در واقع مادی هست مجرد بدون، به پدید نمی آید خب بعد بر اثر تکامل و حرکت جوهری این نفس به تجرد می رسد یا به حرکت جواهر ابدان بعد از حدوث نفس هست خب این هم تا اینجا مطرح شد و گفته شد که این ذاتی بودن علوم رو برای نفس نمیشه پذیرفت حتی با اون توجیه هم که برای قول افلاتون بیان کردیم این حرف در واقع نادرست هست و نمیشه این حرف رو پذیرفت و رو به موجه قول به قدمی ها حالا یه توجیه را مرحوم صدر المتلحین آمده و بیان داشته که مرحوم علامه همون حرف را پذیرفته و آن این است که ما بیاییم این قدیم بودن نفس رو در واقع از این بابی که گفتیم قدیم زمانی و امثال اینها اینا رو در نظر نگیریم اصلا از نظر وجود این رو قدیم ندانیم بلکه بیاییم قدیم بودن نفس را در واقع به یک نشعه و عالم دیگری برگردانیم که بگیم این از نظر عقلی میتواند نفس بر بدن مقدم باشد که بر اساس این نشعه عقلی می شود این حرف را بیان کرد و بر همین اساس هم مرحوم صدر المتعلین و باعث متعدد را مطرح کرده دلایل فراوان را هم آورده بر این اساس می شود به قدم نفس باور کرد و نفس را قدیم دانیست منتها بر اساس همون نشعه عقلی ولی خود این که ما نفس را بر این اساس هم قدیم بدانیم باز هم نمیتوانیم بگیم که علوم ذاتی نفسه این حتی اگر اون حرف رو هم بزنیم باز هم علوم همچنان اکتسابی باقی میماند و نمیشود اون حرف را بیان کرد و به همین جد میفرماید و رو به موجه القول به قدمه ها خب که توجیه میشه قول به قدم نفس به چی؟ به مراد المراد بهی قدم و نشعت هل عقلیه که ما بیاییم بگیم که مراد به قدم قدم نشعه عقلی نفسه یعنی در عالم عقل نفس از یک قدمتی برخوردار هست و پیش از حدوث بدن نفس هم وجود داشته المتقدم علا نشعت نفسانیه که پیش از این نشعه نفسانی خودش در عالم عقل از یک قدمتی برخوردار باشد خب این حرف رو می شود زد که مرموم صدر متعلقین این رو خیلی باز کرده و مطرح کرده و بعد هم روایات ما هم این مطلب رو به شدت تایید میکنه که در این زمینه روایات خیلی فراوانی وجود داره که حالا در حد یک هزار روایت دو هزار روایت در این زمینه وجود داره که همین خدمت نفس رو یا خدمت روح رو بیان میکنه خب حالا ما اگر این حرف رو هم بزنیم البته مرحوم صدرالمتعلین هم حتی این با توجه به روایات همین مطلب رو بیان میکنه که اصلا جزء از بدیهیات مذهب هست که اینقدر ما روایت داریم درباره خدمت نفس که این رو به عنوان یک از امور بدیهی مذهب در نظر گرفته است که مرحوم علامه این حرف رو میپذیره لکن لا یثبت به ذالک ایزن ان حصول العلم بالذکر خب حالا میفرماید ما تا اینجا درست میپذیریم خدمت نفس را در نشعه عقلی اما این باعث نمی شود که ما بیاییم بگیم که بله حالا علومی که نفس پیدا میکنه در این عالم در عالم ماده بگیم این ذکر یعنی یاداوری هست نه ما میگیم همچنان این اکتساب هست این علم جدید هست نه این که یک تنبیه و یاداوری علومی قبلی و برداشتهای های گذشته باشد نه علوم همچنان جدید هست ولی خب خدمت نفس را هم میشه در, در نشعه عقل پذیرفت لیکن لا به تو به اما اینکه ما بیاییم خدمت نفس رو از نظر عقلی بپذیریم باز هم ثابت نمی کند این که حصول علم به ذکر باشد یعنی به یاداوری باشد که بگیم نفس علومی داشته حالا اگر علم جدید پیدا می کند تنبیه هست یاداوری همون علومی گذشته است میگیم نه این نمیشه این حرف را زد لا بالانتقال انتقال الفکری بلکه ما میگیم که کاملا این بر اساس همین انتقال فکری هست یعنی در واقع ما همین فرایندی را که در فکر در کسب معلوم و بالاخره تبدیل کردن مشهول به معلوم هست اینا رو ما کاملا یک امر جدید میدانیم نه با یاداوری من الاسباب المسببات که ما از سببها به مسبب کاملا منتقل میشویم او من بعض لوازم العام بعض آخر که این انتقال از سبب به مسبب در واقع که بحث بود که در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم که برهان لمی اشاره میکنه او من بعض لوازم العام الى بعض آخر که به برهان اینی اشاره میکند که از لوازم عامه به لازم عام دیگر سر میشد که در هر دو مفید یقین و علم هست و علوم ما در این عالم از همین قبیل این از طریق رای برهان هست و برهان قام می کنیم علمی را به دست می آوریم نه این که فقط یه تذکری باشد و یک تنبیه بر آگاهی گذشته باشد این گونه نیست کما تقدم که در فصل قبل این رو ما کاملا بحث کردیم و بیان کردیم که چگونه در جایی که علم به معلول به دست می آید از طریق علم به علت برهان لمی هست و از جاهایی هم که در واقع از یک لازم عام به لازم عام دیگر سر می شود. اون هم یک از برهان های این نی بود و علم در واقع علمی که از یک معلول به معلول دیگر بود یا از طریق معلول به علت بود اینا رو هم گفتیم که مفید علم و یقین نبود این مباحث در فصل چهاردهم با همین بیانی که ارائه شد به اتمام میرسه آرزو می کنم که انشاءالله مورد توجه شما قرار گرفته باشد در جلسه بعد وارد فصل جدیدی خواهیم شد تا اون زمان همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد